من دارم میرم آماده میشم بود ساعت فکرم یکی کرو بینا هستش. حسین آقای روحانی عزیز که از مشهد با خانم بچه ها تشریف آورده بودن که همدیگر رو شکردی ببینیم، یه شب اینجا بودن و مخلصی، دیگه در خدمتشون بودیم و لذت الان دیگه بردیم. دارن گاز رو میگیرن برن مشهد، منم لاک پشتی پشت سر دارم میرم همینجوری. خیلی زحمت کشید حسین جان اومدی، باعث افتخار بود. قربونتون برم، خواهش شکرم، خواهش شکرم، خدا نگهدار، خدا نگهدار. باشه باشه باشه، رامین عزیز کلی زحمت دادم از صبح بهش، داره میره قربونت برم، مرسی. قرار هستش که نزدیک تونل بعد بابا همان که رسیدیم بهش زنگ بزنم پاشه بیاد دیگه کوپتر رو بریم بابا همان نهار بخوریم و بعدم دیگه پرنده رو هوا کنه و از ورودی خروجی تونل یک تصویری بگیریم ببینیم چی میشه. رامین جان خیلی زحمت کشید. اوکی بشه، ببخشید بچه‌ها، مهندس مهمونم داره، من فقط خواستم ازشون یه تشکر بکنم، خیلی زحمت دادم این چند روز خدمتشون. دختر گلشم نگار خانم عکاس بسیار عالی هستن، ان شاءالله موفق و معید باشن. بفرمایید مهموناتون برسه. چقدر آدمای با محبتی، چقدر آدمای انسانی، چقدر آدمای با انصافی و چقدر آدمای دوست داشتنی. اقامتگاه بومگردی کلبه باغ بجنورد، نه تنها من، مثلا آقای روحانی که از مشهد با خانومش اومده بود، یا خیلی از بچه هایی که صحبت میکنم میگن ازا اصلا نمیدونستیم که بجنورد اقامتگاه بومگردی داره. بجنورد چند تا خدمتون عرض کنم که هتل داره که معمولا ماها که از مشهد به سمت شمال اینو میخوایم بریم وای نمیستیم بجنورد رو، اما اگر بدونن بچه ها که جای باصفایی مثل اینجا هست اصلا امکان نداره که ول کنن و امکان نداره که خدمتون عرض کنم نیان. بهتون پیشنهاد میکنم حتما بیاین این بومگردی رو تجربه بکنین و دمشون واقعا گرم. خب دارم آماده میشم حرکت بکنم، حدودا 4 ساعت وقت دارم تا تاریکی هوا، پام شدیدن درد میکنه، صبحی آب خوردم زمین پلاتین پای چپم وحشتناک درد میکنه، اما باید برم که انشالله دو روز خودم به شیوان برسونم. خب بچه ها سلام، سلام مجدد، ببینم داره کار میکنه. آره خب من الان بومگردی رو ترک کردم، بومگردی کلبه باغ مهندس کمالی عزیز. بومگردی کلبه باغ توی خدمتتون عرض کنم یه روستایی هست به نام روستای محمد علی پهلوان، توی خدمتتون پشت فرودگاه بجنورد، و همینطور که دارید ببینید اگر نقشه لود بشه من الان اینجا هستم همینطور که دارید ببینید، و الان بالای نیسانم که ویدیو رو براتون میگیرم. من باید بیام اینجا، این میدون خروجی شهر خدمتون عرض کنم که بجنورد هست که به سمت مشهد میره، یعنی خروج شهر بجنورد هستش که به سمت مشهد میره. وانت گرفتم به این خاطر که خودتون میدونید که من همیشه داخل شهرها رو به علت ترافیک و اعصاب خردی که هست با وانت مسیر رو طی میکنم. خب بریم روی ویدیو و بهتون بگم که الان وانت داستانش چیه. وانت نیسان، همطور که دارید میبینین این دیوار فرودگاه است، باند فرودگاه رو کامل دارید میبینین بچه ها، باند فرودگاه بجنورد هست. من ماشین رو گرفتم دارم میرم تا خروجی شهر، یه قیمت بسیار عجیب 15,000 تومان بند خدا داره کرایه میگیره. خیلی خیلی آقای مهربون و با انصافی بود و گفت چون دیدم مسافری، چون دوستم کمکت کنم، این مبلغ رو دارم میگیرم برم اونجا با امید خدا مسیر شروع کنم. ساعت از 1 گذشته و دیگه تا وقتی هوا تاریک میشه تمام سعیم باید بکنم تا میتونم جلو برم. بریم چی میشه. خب بچه ها من حرکت کردم، حدودا 500 متر 1 کیلومتر عقبتر میدون خروجی شهر بجنورد بود. دوست داشتم از دور اون میدون براتون ویدیو بگیرم. یکی از بچه های شهرام عزیز از تهران تماس گرفتن و خیلی لطف دارن در حق من، مثل تمام شما عزیزانی که من خاک پای همه تون هستم، و واقعا من هر قدمی که میزنم به عشق و انرژی، بذاریم وایستم باید میکنم صدا عذیت کنم، به عشق و خدمت و از کنم اراده شما این کار انجام میدم.
با شهرام جان داشتیم صحبت میکردیم، برای همین دیگه نتونستم از اون میدون براتون ویدیو بگیرم. با امید خدا شروع کردم مسیر، دارم میرم. برنامه این هستش که حداقل تو کارخونه سیمان برم. امشب مهمون اقامتگاه بومگردی شبهای فیروزه هستم، توی یکی از روستاهای روستاهای شیروان، و قرار هستش که بیان دنبالم و امشب بریم اونجا. بریم با امید خدا توی جاده ببینیم چی میشه. شلگام داخل باکسشه، امروز حسابی شیطونی کرد با تدی و خدا کنه شیطونی ها کار نداده باشه دستش. نه نمیده، بچه هست. و دیگه بریم با امید خدا ببینیم چی میشه. بزنیم به جاده با هم. خدا یادان مرسی زحمت کشیدیم. ایشون نه اینستاگرام داشت نه هیچی. تفریح آمد گفت علیرضا میشه با هم دیگه، علیرضا هم حتی نگفت، گفت میشه با هم دیگه عکس یادگاری بگیریم. من گفتم باعث افتخاره، در خدمت تو هستم. بچه ها پیاده شدم و دارم مسیر رو ادامه میدم. این نقطه نقطه انتهای شهر پیاده نشدم، یه مقدار قبلش پیاده شدم و دیگه دارم میزنم انشاءالله به جاده و برم به سمت بابا همان. بچه ها یه اتفاق خیلی بد افتاد، یادم رفت غذای شلگار دیشب داده بودم این دایی بپزه توی بومگردی و الان راه افتادم هی حس میکرد یه چیزی یادم رفته، غذاها رو یادم رفت، نمیدونم چیکار کنم، نمیتونم مهندس زنگ بزنم چون میخوام بگم که باید آژانس برام بفرسته، مطمئنم تفریح خودش این همه راه میتونه پا بشه بیاد، نمیدونم چیکار کنم، مونده از خیر غذاها بگذرم بذارش برای تدی یا اینکه یه کاری بکنم، احتمالا میذارش برای تدی بمونه، اشکال نداره، حالا شلگا بخوره یا تدی بخوره فرقی داره کنه. من خودم تماس نگرفتم، خود مهندس کمالی زنگ زد، هم زنگ زد گفتم سلام، گفتم لطفا بدین تدی بخوره، گفت نه این چه حرفیه تو جاده ای، قرار شد خودشون زحمت بکشن پاشن بیارن این همه راه رو، واقعا ممنونم ازشون، دمشون گرم. یه دوست عزیزی هم زحمت کشیدن یه مبلغ 200 هزار تومان واریز کردن و ازم خواستن که نهار امروز خودم و شلگا مهمون ایشون باشم. پیجشون پیج بزینسیشون هست، اسم و فامیل شریفشون رو نمیدونم، همینجا وظیفه خودم اینا تشکر کنم ازشون و پایین آی جی تی وی حتما اسمشون تگ میکنم. ممنونم بچه ها، واقعا خیلی لطف دارین. مدتی هستش که خیلی 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 بیشتر شده از گذشته این همه لطف و محبتتون و روز به روز واقعا سنگینی خیلی زیادی روی شونه هم احساس میکنم در مقابل این همه بزرگواری و محبت. از خدای آسمون ها آرزو میکنم که بتونم شرایطی پیش بیاد که این همه بزرگواری و محبت رو جبران کنم. دم همه تون گرم بچه ها. توی مسیرم به یه جایی رسیدم، چیز خیلی جالب دیدم، علوفه فروشی رعوفی، جایی هستش که علوفه دام میفروشن، چقدر جالبه. من برای مسیر کاروانسراها که بخوام با شترها برم حتما نیاز به پشتیبانی دارم برای دام و برای علوفه دام ها. حالا من برنامه‌ای هست با پازوکی که دو تا شتر بگیریم، یه دونه که وسایلمون رو جابجا کنه و اون یه دونه دیگه غذا و علوفه ها را خودشون دوتا غذای شلگا و وسایل غذای خودم رو حمل بکنه. برنامه این هستش، ولی الان که دیدم این علوفه فروشی ها خیلی خوش آمد و امیدوارم که در طول مسیر پروسه تدارک ها جوری پیش بره که حیوان ها اذیت نشن و خودمون توی کویر و بیابون به مشکل نخوریم. البته از قدیم میگن که شتر حتی خار بیابون بهترین غذاشه، اما به هر حال چون میخوایم اینها رو پروار بکنیم و به عنوان کار در سفر مثلا دو تا شتر 150 کیلویی بگیریم و بعد از 9 ماه دو تا شتر 300-400 کیلویی آماده برای فروش بکنیم و درآمدش رو صرف هزینه های سفر و خدمت و از کار مسائل مشابه این بکنیم، برای همین مبحث قضادهی و مبحث تأمین علوفه مورد نیاز رو خیلی مورد مهمیه که انشالله با امید خدا با پازوکی هماهنگ میکنیم و انجامش میدیم. ببخشید
لواشک دارم میخورم، لواشک محمد کوالی عزیز بابا تحفه بهم داده، خیلی باحال خوشمزه است. شرگاه رو باز کردم که بیاد. آه چی از ادای سگای گرم رو در میاری؟ گرمته؟ بیا بیرون، بیا یکیشو پیپی بکن بعد را بیافتیم. پاشو بود بیا. بچه ها رسیدم به انتهای کهربندی بجنورد. اینجایی که داری میبینین انتهای کهربندی بجنورد هست. نمیدونم از کمالی از داخل شهر میخواد بیاد یا از سمت کهربندی بیاد. اگر اینجا رو رد بکنم و از توی کهربندی بیاد، بنده خدا زحمت به دوشش میافته و بعد تا دور برگردون جای تونل برگرده. امیدوارم که از داخل شهر تشریف بیارن و تلفنشون میگیرم. تلفنشون مشغول هست، چند بار تماس گرفتم. اون بالا بابا امان هست و دارم میرم که به امید خدا برسم اونجا. از اون طرفم رامین بیاد و بقیه نهاری بخوریم و دیگه بریم تو کار تصویر برداری. ای جونم الهی قربونه مهندس کمالی عزیز بشم که این همه راه الان نزدیکای بابا امان هستم. آقا به خدا شهرونده، به خدا شهرونده. خوبی شما؟ خوبی؟ ای جانم الهی میداد این تدی میخورد به خدا. من میرفتم حالا جلتر میگرفتم. دم شما گرم، دست تو هم درد نکنه. خیلی زحمت کشی مهندس، ببخشید این همه راه کوبیدی اومدی. واقعا شرمندتون شدم، ممنون محبتتون، قربونتون برم. خدا نگهدار دختر، خدا خدا نگهدار. واقعا دمش گرم، دمش گرم که چقدر مرد بزرگیه. و غذای شلگاه هم که اومد و دیگه بریم به جه برسیم غذا بخوریم هر ستامون. از جلوی هتل مجلل داریوش رد میشم. یاد یک موضوعی افتادم، آقای پازیکی که زنگ زده بودن هتل هماهنگی یا بومگردی، اول با اینجا تماس گرفتن، بعد آقایی که ایشون باشن اومدن گفتن ما یک 5% 10% تخفیف میدیم به شرط اینکه پست و استوری بکنین حتما ما رو. آقای پازوکی هم گفته که عزت زیاد و خدای نگهدار. و اینکه این هم از هتل داریوش. بعضی از رفتارها رو آدم میبینه، مثلا مهندس کمالی عزیز من 2 شب 3 شب مزاحمشون بودم و سویت به حساب ویژه‌ای که من داده شبی هروش 400-500 تومن قیمتش بود و 3 وعده قضا و کلی محبت و مهر و لطف و واقعا دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. و ای کاش همه ما تا جایی که میتونیم پر از مهر و عشق و محبت باشیم. باور کنین جواب میده، باور کنین جواب میده. الان همین بچه‌هایی که از مشهد پاشدن اومدن، یعنی حداقل 1-2 شب از هزینه اقامت من همین دیشب جبران شد. کاوه عزیزه که بچه ها به همراه 7 نفر از اعضای خانوادهشون که بچه خود کاوه بچه بجنورد هست و چون سالها تهران زندگی میکردم، مدتی هم خدمتون از کام افریقا بود، دلش برای بجنورد بسیار تنگ شده بود. بعد از اینکه پست استوری کل باغ رو دید به این پیام داد برای رضا من 1 هفته میخوایم هفته دیگه پاشیم بیایم، سویت ویژه رو میخوایم و اینها. و ببینیم بچه ها با یک بلند نظری، با یک لطف، با یک محبت، با یک تعامل چقدر راحت میشه کلی دوست پیدا کرد، کلی آشنا پیدا کرد. و این کاری هستش که به نظر من همه ما باید تو زندگی همون با همدیگه داشته باشیم، با همدیگه دوستی کنیم، تعامل کنیم، به همدیگه خدمت کنیم. از قدیم گفتن کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. مطمئن باشین هر چقدر بیشتر دوست داشته باشین، هر چقدر بیشتر عشق ببرزین، کائنات جوابتون رو بهتون به بهترین صورت خواهد داد. افتادم به سرپایینی بچه ها. یه تابلوی هست بیانگر اینه که تا شیروان 50 کیلومتر. پس یک 10 تایی رو اومدم، یه 7-8 تایی رو اومدم، چون از بجنورد تا شیروان زده بود 60 کیلومتر به نظرم، گمان میکنم، یا حداقل با این حرف به خودم روحیه میدم. خدمتتون عرض کنم که رامین جان زنگ زد گفت علی رضا من غذا میگیرم میام، زیراندازم داریم، چایی هم که فلاس پره، میشیم لب ساحل.
میشیم لبه جاده، چایی میخوریم، غذا میخوریم، حال میکنیم. مرسی مرسی رامین جان، واقعا رامین و رضا خیلی خیلی لطف کردن در حق من و واقعا پیمان همینطور، حسین همینطور، ماندانا عزیز همینطور، مشتبه داداش گلش، آرش، زهرا عزیز، کلی 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 از بچه های بجنورد که خیلی هاشون نتونستم واقعا توی آی تی وی ها بیارم و واقعا عذر میخوام. مهندس کمالی عزیز که این همان عاشقانه لطف و محبت داشت و خیلی 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 در حق من محبت کردن. آقای روحانی عزیز به همراه خانومش و پسر کوچولوشون این همه راه گویی از مشهد اومدن. من بهشون گفتن که بابا وقت خودم برم بیام مشهد، چرا شما میایین؟ گفتن که نه زودتر میخوایم ببینیمت. واقعا شما اگر جای من باشین در قبال این همه لطف و محبت و دوستی و عشق چیکار میکنین؟ ممنون میشم اگر جواب این سوالم رو توی کامنت ها بدین. مرسی بچه ها. ای جونم حالته چشم پاننده از اون باغ بالا داره میاد و درخت ها هم داره شکوفه میکنن. اینجا دیگه بچه ها پمپ بنزین خدمت رو هستم که بابا امان هست و پشت این پیستی پارک جنگلی بابا امان شروع میشه. بچه ها از جلوی پارک جنگلی بابا امان گذشتم، باز هم مثل همه جاهای توریستی خدمت رو هستم که خلوت، مغازه ها بسته، اکثر مغازه ها خالی، حال کاسبا گرفته. برای همه اصلا وای نستادم و گذر کردم. رامین جان رو الان از اون وقت دیدم رفت دور بزنه که بیاد بشیم کنار خونه نهار بخوریم. قبلا این حصارا نبود، این پل ها نبود، اون وقت یه رودخونه بود. یادم میاد با بابا اینا تور ماهیگیری و هم داشتیم میرفتیم اون عقب. یک دوستی داشت بابا، آقای روحانی، که شیروان زندگی میکرد، با تور ماهیگیری میرفتیم، ماهی میگرفتیم. یادش بخیر چه بابا امان خوب و قشنگی بود اون موقع. ولی الان دیگه متاسفانه آرزو میدم هرچه سریعتر و زودتر این وضعیت کرونا ویروس از بین بره و دوباره گردشگری، سفر و تفریح جای خوش تو زندگی مردم باز کنه. ای جونم، خر و گوسفند و سگش کنار خود چوپون هستش و دستی هم به علامت خسته نباشی درش بلند کردم. سگش رو ببینید چه حالی داره میکنه. خب اون ماشین سفید پرایی که ببینید ماشین رامین هست و این مرد پیاده‌ای که داره میاد این طرف خود رامینه و قرار هستش که همدیگر رو ببینیم، بریم نهار بخوریم و بعد بریم تقریبا چند کیلومتر پایین‌تر تونل هست و کارهای تصویربرداری رو انجام بدیم. خب بچه ها، یه رودخونه خیلی باحال و باصفا، یه رفیق باحال و باصفا، یه فلاسک پر از چایی، یه زیرانداز غذا و اینکه چی از این بهتر. شلگار رو بزن زیر بقل بریم. ما خوشگلیم، ما ماهیم، کله کنده داریم، چشم کلمبه داریم، اما سواد نداریم. ما خوشگلیم، ما ماهیم، کله کنده داریم، دم کلمبه داریم، اما سواد نداریم. داریم یه پیکنیک با عمو رامین، چشمشون بابایی، و بریم بشینیم اینجا کیف بکنیم. دلگاهی هم بشینه اینجا حالش رو ببره. بای خونش رو هم الهی یا برو آخه پتوش هم آورده با خودش. پتوش هم داخل رو دوشه. اوی 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 اون غذای آقایونه. آخ برام غذا برش بیارم. بیش آره آره یه اشتران غذاشو بیارم. شرگاه بیا برای غذا تو بیاریم. غذا تو بیاریم. یکی به لحه شد. هیچی لحه تخصص زیادی پیدا کردم بچه تو شتک شدن. باز دوباره شتک شدن. خب
من و شلگاه بریم قضامون رو بیاریم. ما خوشگلیم، ما ماهیم، کله گنده داریم، چشم قلمبه داریم، اما سواد نداریم. نداریم آی نداریم، نداریم آی نداریم. و بهشت خدا همین نزدیکی هاست، بهشت خدا همین نزدیکی هاست. ای گل نشم، جیگره پخته شده داره میخوره، گردن پخته شده داره، بره بازی بکنه تا ما هم بشینیم کارامونو بکنیم. خب بچه ها، خسته و کوفته، رامین جان زحمت کشیده، دمش گرم، نهار گرفته و ممنونم واقعا ازش. دست گلش در نکنه، قیافه و موهای منو ببینید شوریم. خیلی خب، شلگام داره خودش میچره و حال میکنه و یه سگ دیگه هم اون بالاست و بخوریم غذا رو، بخوریم و ببینیم بهش چی ببینین چجوری نشسته، داره به غروب آفتاب خیره شده. شلگا بستمه، نمیشه تکون بخوری ها شیطون. فهمیدم دارم با تو صحبت میکنم، خیلی آیکیوش بالاست. ول بود همینجور داشت میشه اخیری طرف اون بالا نزدیک ماشین تحصیلم، گفتم ببندم نهار بخورم بازش کنم. باز پتوشم آورده با خودش، پتوش انداخته رو دوشش. اوی 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 اون غذای آقایونه، آخ دارم غذا برش بیارم. بیش آره آره، یه اشتران غذاشو بیارم. شرگا بیا برم غذاشو بیارم. این وحشی کیه؟ خب بچه ها، وسایل نهار رو جمع کردیم، رامین جان ماشین رو اینجا میکاره، درون رو بر میداریم میریم بالا، اون پشت این پیچ یه دونه تونل هستش، میریم اونجا تصویر برداری انجام میدیم و احتمالا بعدش دیگه باز بر میگرده رامین جان و دیگه من از اون طرف میرم تا فردا باز با هم دیگه دوباره ملحق بشیم. خب بچه ها، رسیدیم به تونل. دو تا تونل، یکی این تونل هست، یکی تونلی که لاین مخالف میاد. با رامین داریم میریم، یک سری تصویر داخل میخواد بگیره و بعد از تونل اون طرف هم یه تصویر هوایی. تونل بابا امان، شهر بجنورد، مرکز استان خراسان رضوی، مزرعه میخواد شمالی و وارد محیط ترسناک، خوفانگیز و پر از سرصدای تونل شدیم. با ما همراه باشید. شرگا، تا حالا تجربه تونل داشتی؟ حالا خوبه، روشنه بچه ها، روشنه. و آخش آخش ساکت شد. یه ماشین دیگه آمد. وقتی که ماشین میاد خیلی سر صدا میشه، ولی وقتی که نیست خیلی حس و خلوتی خوبی داره. که وقتی اینجا بوغ میزنه چقدر نویز و فرکانس به هم میپیچه و چه صدای وحشتناکی رو درست میکنه. خودش تو ماشین نشسته، میگن سوار از پیاده خبر نداره، واقعا مصداق عملی همینجاست. درون مثل این کیفایی که محموله پلوتونیوم هم میکنن، چقدر تون میرن. اوه
عجب عجب عجب. خب این هم تونل و تمام. آره تو تونل خیلی صدا وحشتناکه. خب بچه تونل رو رد کردیم، درون داریم بلند میکنیم تا ببینیم که انشالله توی اقامتگاه بومگردی آقای کمالی آمدیم بلند بکنیم و بومگردی بگیریم. اصلا جی پی اس نمیداد، علتش همین هستش که خیلی نزدیک به فرودگاه هست و کلی اختلال شبکه ایجاد میشه، اما فکر میکنم اینجا مشکلی نداشته باشه از این بابت. بالا نمیاد ها؟ نه میاد. میاد؟ اونجا نزدیک فرودگاه بود، اینجا بعید میدونم مشکلی پیش بیاد. من میگم نقشه قرمزه. خب بچه جی پی اس کار نمیکنه، رامین داره حسی سعی میکنه کنترلش بکنه. خب من برم داخل و شروع کنم به اومدن بیرون. خب شات اول رو گرفتیم، شات دوم رو باید بریم الان. اصلا جی پی اس نداره، تنظیم دستش خیلی سخته. خدا کنه چیز خوبی از آب در بیاد. ولی زاویه اینا خب اونو با تنظیم دستی شاید بشه کارش کرد. نه نمیدونم چرا چیز نمیشه، اصلا عجیبه، باید بیاد. شاید به خاطر آب خوردگیه. دار نظرتیمه ممکنه دستگاه که آب نخورد، فهم میکنم کنترل آب خورد اصلا نمیاد. ببینی که آره باید الان آبی باشه. خب برشن اگه آب بخوره باشه. اونقدر زمانی نداشتش که بخواد آب بخوره. این اوکی الان اون داره اون قشن میره بالا میاد پایین. اون دورمیشونه میگم شاید نرم افزاری باشه، شاید بخاطر گوشیه، شاید بخاطر نرم افزاره. اونجا هم که چیزه الان مویکه ایران با هم یه اپلیکیشن میاد بالا. آره آره اینه دیگه. این نرم افزار خودشه. اون باید بیاد کمر و دوربین، ولی اتصال نمیشه نمیدونم چرا. من یکی بذارم اون شب ببینم چجوریه خوش میشه. اینه بگرنه الان میکنسان نرم افزار. آره شما الان نقش محافظ من رو داری بازی میکنی؟ من با چه امیدی با تو برم توی بیابون؟ ها؟ تو نباید الان اینجا مواظب من باشی؟ نگاه کن تو رو خدا. شلبا داره دوز میاد، داره گرگ میاد. شلبا نگاه کن تو رو خدا. آخه من دلم به چی خوش باشه ها؟ دلم به چی خوش باشه به این؟ ببخشید ببخشید. بعد طی حدود یک ساعت آقا تشریف آوردن. سلام آقا، کجایی داداش من؟ کجایی؟ یخ کردین؟ من تو دوربرگان نخوزی اصلا. تناب مناب داری؟ آقای فولاد پنجه عزیز زنگ زد بهم گفت باید رضا مواظب باش سر شلگا زیر در باکس گیر کرده.
رفتم نگاه کردم دیدم آره همونجور خوابیده کلشان کرده زیر در باکس و یه برداشتم شماردمش جلو که دیگه با وانت که میریم سرما نخوره اون عقب چرخم بستیم امید به خدا حالا ببینیم چی میشه. بودن 35 کیلومتر اومدیم رسیدیم تازه شهر شیروان و حالا تازه یکی تازه حدود 17 کیلومتر بعد از شهر بریم سمت چپ به سمت کوه تا برسیم به سوی فیروزه. شیروان خیلی داره بیقراری میکنه. اومدیم داخل شهر یک مقداری روشن شده و در دیوار رو میتونه ببینه یک مقداری ساکت شده وگرنه توی جاده کلی داد و بیداد میکرد. اینجا شرگاه بیا خودو وایسادیم این دوستمون بنزین بزنه و دیگه بریم به سمت روستای فیروزه که حدود 18 کیلومتر با شهر شیروان فاصله داره. شرگام جلو بغلم نشسته که سربا نخوره اون عقب و خدمتتون عرض کنم که و دیگه منتظریم که دوستمون بنزین بزنه و حرکت بکنه. ساعت بوده 8 شب هست رسیدیم به خوره روستا روستای فیروزه و دیگه تا چند دقیقه دیگه میرسیم انشاءالله به بومگردی خواهم جرد داریم. خب بچه اینجا اقامتگاه بومگردی شبهای فیروزه روستای فیروزه. خانم جعفری عزیز این دوست عزیزمون زحمت کشیدن این همه راه تشبه بودم ما رسوندن و دیگه امید به خدا به 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 مبارکی عجاج با صفاییه. شرگا کیف کن دیگه اینجا هم گربه دارن هم سگ هم دارین. آره به 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 عجب جای با صفایی و جای همه تو حساب خالی. خانم جعفری چقدر جا جای با صفاییه واقعا عالیه قربان شما متشکرم. چند وقتی تأسیس کردین؟ با اجازه شما شروع ما به کرونا خورد. آخ 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 خب که اینطور حالا خب یه چیز خیلی واجبی که بعد شما باید بردارم شارژرمه چون الان روی 1% و یه چیزی هم میگم که خندت ممکنه بگیره پاور بانکم توی وسایلی هست. ای بابا تمام وسایل رو عقبه و این همینجوری میزنه بالا. ببخشید من این شارژر رو از اینجا در بیارم دیگه از تاریکی شما نجات بدم. خب 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 اینجا فار از گربه است اینجوری که خانم جعفری میگن یه دونه این بالاست. به 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 نه معمولا دوستم با هم دیگه کاری ندارن. وای توفانتون ها خیلی توفانه. چند وقتشه؟ همه 6 سالشه. نجات خواستی یا نه؟ سرابیه. آخ 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 اینا بای بای اینا نمیشه شوخی کرد. نره؟ بفرست تو قفص خیلی مراحت باشه. نره سرابی خیلی نجات خوبیه. به 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 گوشاشو زدن یا همینجوری بوده؟ آره دعوا بوده کلا. آها 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 از کجا از اون آوردین چه همینجا بوده؟ آره از همین خب بچه ها جاتون خالی اینجا یه آقا ارمیای عزیز داریم که کلی هم خوشتیپ کرده پاپیون هم زده. چند سالته ارمیا جان؟ بایی کلا بایی کلا اصلاحی بخواهم جعفری زحمت داریم زحمت کشیدن آتیش و دیگه یه جای بسیار باصفا و یه جاتون خالی بفرمایین آش و چایی و هومنجان هم حسابی زحمت کشیدن. شلگام همین دورو بره نمیدونم کجاست. آره یه سگ آره سرابی خیلی خوب و حسابی دارن. این سگ همراه آدم باشه حسابی اعتماد نه نه مثل این یکی. ببینم میره الان میره اون اذیت میکنه یعنی از این جلب آفتا یعنی این بزرگ بشه خیلی جلبه. دیگه جاتون بچه حسابی خالی. حالا فردای مقدار هوا روشن بشه اینجا خیلی پشتش منظره خیلی خوبی داره مفصل براتون محتوای حسابی تهیه میکنم.
خب بچه ها، اقامتگاه بومگردی شبهای فیروزه زحمت کشیدن یکی از سویت های سبک جدیدشون رو به من دادن. سویت های سنتی فوق‌العاده زیبایی هم دارن، اما اینجوری من احساس کردم راحت تر هستم. دوش و حمام و همه چی اوکی و دیگه، حالا چای، سیستم پخت و پز، هر چیزی که بخوام و تلویزیون، کلا خیلی 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 جای راحتیه. پتو این نو بند خدا آوردم و چقدر محبت دارن. یعنی واقعا من الان نشسته بودم یه ساعتی کنار آتیش با خانم خدمت رو هستم مسئول اینجا صحبت میکردیم، چقدر محبت دارن. و خدمتون عرض کنم که واقعا شرمندتشون شدم در قبال این همه. سه روز هر روز تماس میگیرن، دعوت میکنن، واقعا خیلی خیلی ممنونم ازشون. یه معرفی اجمالی براتون میکنم. اینجا دره هستش که خدمت رو هستم فردا صبح ویو فوق العاده عالی خواهد داشت، حالا بهتون نشون میدم. این در خیلی جالبه، یک کراسی داره که کامل به دره باز میشه و از اینجا هم یک کوچه داره که میره داخل روستا. تعداد بسیار زیادی گربه اینجا هستن، اصلا یک حس خیلی قشنگه که این همه گربه با امنیت و فراغ بال اومدن اینجا، دارن شلگام دارن، عشق میکنه باشون. بعد با ما مثال مثلا شندون شیرمال کماج درگزی، اینجا حتی یک فروشگاه کوچیک هستش که کرونا متاسفانه باعث شده که یک مقداری کلن اینجا بخوابه کاسبی. اون بالا دقیقا نمیدونم چیه، ولی یک نشیمنگاه هستش که بیشه رفت نشست و از ویو بسیار بسیار عالی دره استفاده کرد. اینجا یک آقا کوچولویی داریم ما که پاپیون هم زده و داریم شب، این هم اطوران اسباشه. اینجا سویت های خدمت رو از کنم که محلیشون هستش، مثلا به عنوان مثال اسم سویت رامانه و خدمتون عرض کنم که خیلی خیلی جای دوست داشتنی هست. آب خیلی خوبی داره، آب حالا هم آب شور بشه هم آب چشمه و همه چی، جوری که گفتن که خانم جعفری یعنی اصلا اینجا آبش اصلا نه نیاز به آب معدنی هست، هیچی اصلا نیازی نیستش. اینجا هم اطلاع حالا دیدن بچه ها و اینا رو انجام میدن. یه سگ فوق‌العاده سرابی دارن اینجا که تو ویدیو دیدین، اینجا اطلاع قفس پرندگان هستش. گلوگیا اینجا یه سویت دیگه هست، شاید سویت سنتیه که چقدر قشنگ و دوست داشتنیه، به نام سویت گلشن. یه پیشی دیگه این پیشی نزدیک بود شلگار چنگ بزنه. یه پیشی دیگه اینجا داریم، ما آتیش روشن کردیم اینجا، دور آتیش نشستیم و چایی و جاتون خالی آشرشته خوردیم. و اینکه اینم شلگام که امروز تو کل این حیات قرار هست کیف بکنه. و خدمتون عرض کنم چرخ هم اینجاست و خیلی خیلی جای دوست داشتنی و خیلی جای بسیار بسیار عالی هستش. ممنون هستم از دعوت خانم جعفری عزیز که دو سه روز هر روز تماس میگیرن، دعوت میکنن، پیگیرن و حالا خدا شکر تونستم بیام این مسافت رو و حداقل گوشه از محبتاشون رو حالا روی حساب معرفی اینجا جبران کنیم. طوفان هم که خوابیده، یه سگ سرابی فوق العاده عالی. اینم شلگای ماه که همیشه توی حالت دف قرار داره. و اینکه چرخم اینجاست و حالا یه سری وسیله که لازم دارم ور میدارم و دیگه بعدش هم میرم داخل سویت برای استراحت تا به امید خود فردا ببینیم برنامه به چه صورت خواهد شد. سلام بچه ها، صبح همگیتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. یک شب بسیار عالی، خواب و استراحت فوق العاده راحت، یک جایی که فقط صدای رودخونه و کوهستان میاد. چقدر عالی و چقدر فوق العاده بود اینجا. اقامتگاه بومگردی خدمتتون شبهای فیروزه، روستای فیروزه توی شمال شیروان، و یه جایی که واقعا خیلی خیلی نیاز داشتم بهش و واقعا عالی بودش. خب ساعت هم توی که میخواستم ببینم میلینین که دیدم آره بمیلین، ساعت حدود 8:30 هستش. دارم آماده میشم که یه کم کم راه بیفتم به سمت جاده.
صبحانه زحمت کشیدن آوردن، واقعا جا ازشون تشکر کنم. نمیدونم به خدا این همه لطف و محبت رو من چجوری میتونم جبران بکنم. کلی از فروردهای محلی اینجا، کره محلی و شیر محلی، مربا و دیگه خدمتتون عرض کنم. واقعا جادار تشکر کنم از خانم جعفری عزیز که زحمت کشیدم و میزبان من بودن اینجا. دست گلشون واقعا درد نکنه. امروز مسافتی رو دارم هلوش 33-34 کیلومتر تا خود شیروان و امیدوارم که بتونم تا قبل از تاریک شدن هوا خودم به شیروان برسونم. بچه ها جاتون خالی، عجب صبحانه خوردم، واو واو، اصلا عالی عالی بودش. برم سینی صبحانه و معذرت میخوام ببخشید سینی شام دیشب رو تعبیر بدم، برم بگم از هوای بیرون لذت ببرم، صبحانه شیروا رو بدم، شیر و بیسکویت میخوام بهش بدم، شیر بیسکویتی که علی جان زحمت کشید، شیر مخصوص از تهران فرستاده، و بریم بیرون یک هوایی بخوریم، یه دورکی بزنیم، یه مقداری بیرون رو بهتون نشون بدم و بعدش دیگه ببینیم چه خبره. اول سینی های صبحانه رو جا به جا کنم. خیلی بچه ها سوال میکنن، خدمتتون عرض کنم، در مورد شرایط قیمت سوئیت ها. چیز جالب در خصوص خدمات رفتار پرسنل، کیفیت و کمیت مواد غذایی، نظافت، اگر انتقادی با شماره پیام ارسال کنید. چقدر جالب واقعا، مرسی خانم جعفری عزیز که اینقدر انتقاد پذیر هستن، واقعا نظرات مسافرین براش مهمه. اجاره تمام وقت سوئیت 250 تومان، ظرفیت 5 نفر، از نفر اضافی 25 ساعت تخلیه، حداکثر 24 ساعت و قبل از غروب روز بعد. چقدر این جالبه، خیلی جا میگن 12 روز ظهر بعد تحویل بدین. اینجا شما اگر مثلا 8 شب بیاید تا 8 شب فردا میتونید بمونید. اولین بار هست که ایران میبینم، واقعا دم خانم جعفری گرم. اجاره ساعتی هم که با ظرفیت 5 نفر 20,000 تومانه، زده تعداد ساعت، و اجاره ساعتی سویت به تعداد بیش از 5 نفر حالا ساعتی 20 تومان هستش. که جالبه، دو تا چیز خیلی جالب، سه تا چیز خیلی جالب. یکی و مشتری مداری، این که هر کسی هر انتقادی از این سویت داره میتونه مطرح کنه. مورد دوم این هستش که 24 ساعت به شما فرصت میدن، یعنی اونجوری نیستش که مثلا من خیلی وقتا توی خیلی از شهرها پیش اومده که مثلا ساعت 1 شب 2 شب رسیدم به یک مهمانپذیر هتلی، تا اومدم خوابیدم شده 3 و 4 صبح و ساعت 10-11 صبح اومدن در زدن که آقا باید تحویل بدید. ولی اینجا شما هر موقع 24 ساعت میتونید بمونید. یک مورد خیلی جالبتر، ورود با ماسک ممنون. خانم جعفری عزیز صوتتون بخیر، خوبین؟ خسته نباشی. شلگا چطوری؟ داشتم اینجا رو تعریف میکردم، سه تا مورد خیلی جالب. یکی این که گفتین هر کسی اگه انتقادی داره مطرح کنه، اینی که اومدین گفتین که 24 ساعت میتونن بمونن، اولین بار تو ایران دارم میبینم. یعنی هر جا میرین مثلا میگن ساعت 10-12 دیگه باید تخلیه کنین، ولی اینجا عالیه. مورد بعدم این که نفری اومدین گفتین که میشه اضافه کرد، واقعا ممنونم، خیلی لاس کردید، خیلی زحمت دادید خدمتتون، شلگام حسابی اذیتتون کرده نه. عالیه عالی، مرسی بابت شام صبحانه، خیلی واقعا زحمت دادید خدمتتون، امیدوارم بتونم محبتتون جبران کنم. دارم ویدیو میگیرم برای بچه‌ها که بگم چقدر جای باصفا و فوق‌العاده ایه، و دعوت کنم از طرف خانم جعفری حتی با اجازتون از همه دوستان که تشریف بیارن. یه دره اون طرف هست بچه‌ها که واقعا خیلی دوست داشتم امروز برم، اصلا با هومنجان هم هماهنگ کرده بودیم ولی متاسفانه امروز نمیشه، حالا تو یک فرصت دیگه. مثل دره شمخال خودش یک جاذبه گردشگری هست و میتونین بیاین، حدود 5 تا 6 ساعت پیاده روی داره و به جای خیلی خوبی قرار هست برسه. خیلی دوستم از این دالون زیبا براتون تصویر بگیرم، صبحانه شرگاه و خودش بغلمه و چه سکوت و چه لذتی. دیشب خیلی از اینا رو ندیدم، تنور دارن که براتون اینجا نون میپزن و وای وای، اینجا که الان درخت خشک و خالی هست و زمستون انقدر قشنگه، تی بهار تابستون چی میشه؟ بچهای مشهد پاشین بیاین، یعنی واقعا شمال شیروان من تا حالا فکر میکردم اصلا هیچی وجود نداره، اما الان دارم میبینم که چقدر جای فوق‌العاده و عالی هستش. شوفا رو ببینید، اقامتگاه بومگردی شبهای فیروزه هم پایین آشتی